اخرین امور وزارت تندرستی تاجیکستان که شام 25 ایول نشر شد، در یک شبانه روز اخیر در کشور 87 حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده است. این بلندترین نشان دهنده از اول سال 2021 بوده. 9 حالت بیشتر از رکورد قبلی 78 حالت گرفتاری به ویروس است که یک روز قبل 24 ایول آشکار کرده شد. وزارت تندرستی گفت در شبانه روز اخیر 74 نفر از کرونا ویروس شفا یافته، متاسفانه یک نفر فوتید است. از اول ماه ایول این وزارت علکی مرگ 27 نفر را از کرونا ویروس رسما تصدیق کرده است. با وجود روز تا روز افزودن شماره گرفتاران و دعوت ها برای جاری کردن قرنطین شدید در تاجیکستان، مقامات وزارت تندرستی روز 26 ایول در نشست خبری خود گفتند ضرورت جاری کردن قرنطین را نمی بینند. غفار محسین زاده معاون اول وزیر تندرستی گفت وضعیت آن طوری نیست که قرنطین را اندازی شود. مردم باید تلاش کند که واکسین گیرند، احتیاط کار باشند و توصیه های متخصصان را برای پیشگیری جدی گیرند و رعایت کنند. غفار محسین زاده همزمان بار اول اعتراف کرد که شتم دلتا یک نوع نو کرونا ویروس که با صورت بیشتر و مرگاورتر پان می شود به تاجیکستان نیز رسیده است. با نظرداشت این که دلتا در کشور همسایه آشکار شده است، در تاجیکستان هم وجود داشتن اون رد نمی شود. حالا نوع سنجش های بیماران برای تشخیص طبی به یک آزمایشگاه لندن فرستاده شده است، گفت محسین زاده. وزارت تندرستی گفت تحلیل انجام داده شده از آن شهادت می دهد که در تاجیکستان تقریبا 20% یا هر بیماری پنجم به شکل وزنین بیمار می شوند. طبق این تحلیل در تاجیکستان 45% در خانه، 12% در کارخانه و 11% در معرکه ها گرفتار کرونا ویروس شدند. وزارت تندرستی همچنین خبر داد که 70% حالت های گرفتاری به کرونا ویروس در ولایت سوخت و شهر دوشنبه آشکار کرده شدند. غفار محسین زاده معاون اول وزیر تندرستی گفت از شماره عمومی بیماران 34% در دوشنبه، 36% در سوخت، 11% در ختلان، 13% به نایه های توبه جمهوری و 6% به ولایت مختار کوهستان بدخشان راست می آید.